سوران خانم، سوران خانم. بله. چیزی نیست جونم، فقط 3-4 ساعته. عوضش یه عمر پشت پناهت میشه. تو راه خانم من نمیترسم. خدایا خودت بذار. پاشو برو به شوهرت برس. بچم بس که داد زد گلوش پاره شد. اومدم. جواد آقا. جواد آقا. زود باش ننه جون، برو ماما رو خبرش کن، دیگه وقتشه. تا حالا 3 دفعه خبرش کردم، اومده گفته هنوز وقتش نشده. رفتی که رفتی؟ دوباده به این تنبلی هم نوبرشه. دختر نازنینم از درد مثل مار داره به خودش میپیچه. یا آخه تقصیر خودتونه که نذاشتیم ببرمش بیمارستان. خودش تو این اتاق به دنیا اومده، بچه‌شم باید تو همین اتاق به دنیا بیاد. ای باز وایساده منو نگاه میکنه. ده بودو بودو جونم بودو. کسی که میکاره موقع دروشم یه تقلایی میکنه. خوشبال خواهرت. خوش به حال شوهرش. پارسال این موقع عروسی کرد، امسال بچهش داره دنیا میاد. محمود آقا، تو هم مثل خانم بزرگ سرکوفت میزنی یا؟ نه، حسرت میکنم. تو این 10 سالی که ازدواج کردیم میتونستیم 10 تا بچه داشته باشیم مثل دسته گل. 10 تا؟ آره، مثل داداشم احمد، 8 سال عروسی کرده، 8 تا بچه داره. نه دیگه، اونجورش هم خوب نیست. انسی خانم ماشاءالله یه خط در میون دو قلو میزاد. همین تا تو سفر بچه ها امسیه موازه باش زمین نخوری. به نظرم این دفعه هم دو قلوه ها. من دلم میخواست تو بچه دار میشدی، هر سال دو قلو میزایدی. وقتی این بچه های داداش احمد رو میبینم و دلم ضعف میره. اما اون خودش از دست بچه هاش کلافه شد. خب دیگه دنیا همه چیزش افراط و تفریط. من نزدیدم دوستم ندیدی؟ به بدبختی اینجاست که دوستت دارم. اگه دوستم نداشتی چی کار میکردی؟ هیچی، طلاقت میدادم، یه زن میگرفتم که هر سال برام یه بچه بزن. خب حالا میخوای همون کارو بکن؟ خیلی نمیتونم، نمیتونم. چرا؟ برای اینکه دوستت دارم عزیزم. منم خیلی دوستت دارم. فکر میکنم اگه یه روزی خدایی نکرده از هم جدا بشیم، از قصه دیغ بکنم. شایدم برای همینی که ما بچه نداریم برای هم هلاکی. چرا؟ خب دیگه من اگه بچه داشتم نصف محبتم مال اون میشد، اون وقت واسه تو میمون فقط نصفش. تو هم نباید همینطوری. نمیدونم، حالا که نداریم، اما گمون میکنم محبت پدر فرزندی یه جور دیگه باید باشه. خیلی دلم میخواست بدونم محبت پدر فرزندی چجوریه. برای من که فرقی نمیکنه. الان مثل این که بچه‌مو دارم همون میکنم. فکرشو بکن چقدر قشنگ بود اگه دوتایی بچه‌مونو همون میبردیم. تا سرشو میشستی، من تنشو لیف میزدم. بفرم برین کنار بچه، برین کنار. سلام علیکم مردم، بچه آره چوش بله بفرمین با چشم. جواد آقا، از اون بگو بچم داره میمیره. توران خانم آب جوش رو بیا. الله اکبر، الله بیتابی نکن، اینم آب بیتابی نکن، بذارش اونجا مادر. خانم جون شونش رو به ما بیتابی یا امام رضای قریب، اگه بچم سالم رضا میام به پابوس. خجالت نکش عزیزم، خجالت نکش. بچم دردشو تو دلش میریزه. ننه انسیه دستتو بده چنگ بزن. مادر جو نجات 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 کمک نمیخوام. فارغ شو؟ نه هنوز خبری نیست. با چه خبر افتاد؟ اشهد ان لا اله الا الله.
سلام سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خانم خانم احوال شما چطوره؟ گوگولی گوگولی بیا بدم نباد بدم بس شما درد نکنه سکین خانم اینو میفوشی نمیشه با کنیزتون آقا بو خوشی هرچی هر شما هم میخواییم بیا این هم مالکه این هم مالکه بیا خوش کلا این هم مالکه بیا بگی جونم بخواه حالا بریم بازی کنیم دیگه بریم بازی کنیم بیا جونم خب گلی جون بس دیگه محمود آقا خسته نه جون شما مرزی خسته نشه این بچه خسته میشه محمود آقا بعد مگه این بچه وزنی داره که آدم خسته بشه تو سرم کنم نه خیلی خیلی سنگینه نه اجازه بده تعارف نکنه خواهش می کنم محمود آقا روی مزدی شما هر چی منو خجالت هم من این بچه رو دوست دارم مامان الله اکبر الله اکبر گلی جون بیا دیگه با بلندتر از اون بگو بله محمود بله تو هم از اون بگو ننه لا اله چشمش که به بچه میفته همه چی رو فراموش میکنه لا اکبر الله چه گریه میکنی اکبر من اگه جای تو بودم از خوشحالی دارم رنج میدم چیزی نمیده بودن میشه چی بزنن نه ترش الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اصلا دیگه نیار دختر جون من ده تا شیدم دیدم آخ نگفتم یه خورده طاقت داشته باش دیگه چی یه خورده طاقت داشته باش بگیرش منه ماشو بگیرش شنه هزار ماشو بگیرم چقدر خوشگیره نازشو برم شکر وای چه کلیه خانم بزرگ مبارک ایشالله مبارک ایشالله قدمش برات الهی شکر بودو برو مشتلاغت به چشم خانم بزرگ ننه ننه پسره یا دختر پسره جواد آقا جواد آقا مشتلو مشتلو پسره یا دختر پسره قنده اصل گل پسره نام چشم روشن تو هم صاحب پسر چشم روشن جواد آقا مشتلو بده چه کنه قرون دست من دقیق ننه چشم روشن پدر شدی یک کاکل زنی که ایشالله وقت پیری عصای دستت باشه کرم ببینم خدایا به حق بزرگواریت آرزوی فرزند و به دل بچه من نذار بسه نخور محمود جون خودم یه فکری برات کردم ایشالله سال دیگه این موقع برای بچه خودت از اون میگی ای بابا وضعم هم طوری شده که فقط باید دلداری نه میکن. نه این دفعه دیگه دلداری نیست اونجا رو نگاه کن خوب که خوب مگه از اول عمرت که به حرف من گوش دادی ضرر کردی مقصود خب مقصود این که مرگ یه دفعه شیبنم یه دفعه تو که نمیتونی خودتو به پای یه زن نروک پیر کنی تورا خانم اصلا نروکه با دوا درمونم نمیشه کاریش کرد منم همینو میگم زنی که زنده زا نکنه اصلا زن نیست پس مرده نه زنه نه مرده اصلا هیچی نیست نصیب نشه الهی احمد آقا اگه من نروف بودم چی کار میکردی؟ ایسی خانم بی زحمت شما اینا رو بچینید قضا حاضر چی کار کنیم با این زحمتات رو میخونیم اجازه بدیم بیم کمک کنم خواهش میکنم شما زحمت نکشید من میارم شما بچینید تو سفره من اگه مثل جاری مریض بودم حتما احمد آقا من از خونه مینداخت بیرون حالا که اینا دارن من از خونه بیرون میکنن این حرفا چیه میزنی؟ ولی من تو ران خانم رو طلاقش دادم تو خانواده ما از این چیزا نبوده و نیست نبوده اما معلوم نیست که بعدن پیدا نشه من چشمم بر نمیداره یه پسرم با اون قتلش 8 بچه مثل دسته گل داشته باشه یکی دیگه آه بکشه و قصه بخوره یکیشم نداشته باشه همه چیز دنیا افراط و تفریطه دیگه مثل کنه به من چسبیده چه بگیریم دیگه بابا باز ناشکری کردی احمد آقا دلت میخواد مثل توران خانم زن برادرت اجاقم کور بود مثل خانمی نره بگیری قربون دستت خسته میشه توران کنه تو رو به خدا بذار بیام کمکت بکنم نه دیگه چیزی نمونده
هم دلم واسهش میسوزه، هم دلت واسه بچه من بسوزه. همه دکترا میگن تقصیر اونه، بچه من هیچ عیب و نقصی نداره. زنی که نازاست چی کار میشه کرد؟ نرو که دیگه. خانم دکتر گفته، والا گفتم نازاست که نازاست، پسرم دوستش داری، منتشم دارم. اگه بچه دار نمیشه عوضش یه دست فختی داره که محمود آقا رو عاشق خودش کرده. خانم بزرگ حرفه چیه؟ عوضش انسیه، یه دست فختی داره. دست فخت من اینه ها، هشت و ست فخت کردم، یکی از یکی بهتر. وا با اون دوتایی که مردم ده تا. چرا شکست نفسی میکنی ننه؟ درد و بلات بخوره تو کاسه سر اون یکی که اجاقش کوره. بمیرم الهی، خسته شدی مادر، بدش به من، بدش به من تو را خانم جی. خانم بزرگ شما شیم شبه قد تارو تو خیلی زحمت. من میرم تعلیج بیارم. خانم بزرگ این بچه پستون به دهن نمیگیره، یه خورده قنداق بهش بده. بابا قنداق چیه؟ خوش یه ذره بارهنگ و کره بهش بدیم، بچه داره از دست میره. این پیازم با قیچی بذار بالا سرش که آل نبره. این شیر رو باید بدوشیم و الا گوله میکنه. شیر دوش نداری؟ شیر دوش نمیخواد. نه نه انسیه، برای بچه ها بکش. من خودم فکرشو کردم. مادر دلم درد میکنه، قرصی دوایی یه چیزی به هم بده. درد زاور دوا نداره، هر وقت که خیلی درد گرفت بگو سنگ 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 سنگ. که ببینم تو چرا همچی میکنی؟ میگن موی زاور رو اگه رو سینشونه کنن گولش آب میشه. مادر تو شکم اوله که اینقدر مکافاته بدن آدم. اینو بگیر بنداز زیر پسی. زمان شما این بچه رو بگیرین خانم بزرگ. خوش به سرم این چیه؟ شیر اول و بچه بخوره مریض میشه، این نیک میزنه زهرشو میکشه. مادر خب اینه نت یه خود دنبوز و جیگر بذاش، عوضش خاصیت داره. نه خانم بزرگ این کارمال عهد بوده، میدونی یه شیر روش میکردم یه اولا شیر روش میشه مادر بیشتر بزنیم. دلیل شلوهی که اگه دنیا رو بهت بدن بخوری باز هرس میزنی. آخه تو هم یه چیزی بگو. سر غذا خوب نیستم حرف بزنم. اگه نخوری بزرگ نمیشی، همینطور کوچولو میمونی. آره بخور مادر، راست میگه، هر کی نخوره مثل بابا کوچوله میمونه. مگه نه تقی؟ بابا که از همه بیشتر میخوره. مگه نه اکبر بیشتر نیست؟ نه بابا وقتی بچه بوده غذا نمیخورده. مگه اینطور نیست اصلا؟ نه بابا چی میگی؟ یه روز معلممون گفت بعضی اصلا کوتوله به دنیا میان. مگه نه بابا؟ شامت کف کن. قربون همون تورا خانم که اجاقش کوره، کاشکی منم نروک بودم. دشتر الان قیبتتون میکردم. این کاشی زاوه. چه خوب شد که شنیدی، گفتم قربون این تورا خانم با اون دست بخته میشه. انسی سر غذا خوب نیستم انقدر حرف بزنم. خانم بزرگ جون پس چرا نمیفرمایی؟ قدسی جون بیا چند تا قاشق از این کاچی بخور تا قوت بگیری. قربون دست تورا خانم، توری سگ و شیر بدم بعدا. خانم بزرگ شما بفرمایید سر سفره، من مواظبتش میکنم. تو عقلت نمیرسه، برو شام تو بخور. از زاو کسی باعث پذیرایی کنه که یه شکم خودش زاییده باشه. بله. وا خانم بزرگ چقدر سرکوف میزنی. تو را خانم یه زن تموم عیاره، خب نازاست که باشه. حالا من که ده تو شکم زاییدم کجا رو گرفتم؟ هر بچه‌ای که به دنیا بیاد مثل یه میخ طلا زندگی زن و شوهر رو محکم میکنه. بس زندگی ما الان هشت میخه هست. راستی اگه اون دوتا بودن که ده میخه میشه. ما حالا خوشبختی مثلا خوشبختی داره از درکولت بالا میره دیگه. بس بچه ها ولش کنیم بذاری شامشو بخوره، نه به این شوری و شور و نه به اون بی نمکی. بریم بینم زود باشیم. چه دران خانمون نمیبری پیش اون دکتره؟ زنم ببرم بدم دست دکتر مرد مایده. چاره چیه؟ آدم مجبوره. من اگه قیمه قرمه من بکنن آه پیش دکتر مرد نمیرم. از قدیم گفتن دکتر محرمه. مگه نه خانم؟ اگه آدم مریض دم مرگ باشه نمیره، همه جونشو نشونه یه مرد گردن کلفت بده. برای اینجور چیزا بهتر آدم بره پیش دکتر زن.
دکتر زن که معاینه کرده. فایده ندارم. مثلا همین دکتری که بهت معرفی کردم میگن معجزه میکنه. خودت چه رفتی پیشش دیدی چه آدم عجیبیه؟ میدونم. اما آخه توران خانم راضی نمیشه. خب توران خانم هم حق دارن. تا وقتی آدم دکتر نرفته امیدواره. اما اگه دکتر بگه دوا درمون فایده نداره به چی میتونه امیدوار باشه؟ دیگه آدم ناامید میشه. این حرفا همه نسیاست. پاشو دست زنتو بگیر فردا ببرش دکتر. اینشالله با یه نسخه خوب میشه. اگرم نشد اقلا تکلیف خودشونو میدونم. توران خانم شما منقدر سخت نگیر. یا زنگی زن یا رومی روم. آره قربونت برم. همین فردا با محمود آقا برو خودتو نشون بده. نه خیر فردا نمیشه. مگه نه عمو جون؟ به تو چه بچه فضولی میکنی؟ آخه عمو جون قول داده فردا ما رو ببره پارک کودک. مگه نه عمو جون؟ آره عمو جون میبرم. همه تونو میبرم. عروسکی قشنگی مل مخمل پوشیدی، تو رخت خوابی مخمل آبی خوابیدی. عروسکی من چشماتو با کن، وقتی که شب شد اون وقت لالا کن. پری اینجا پارک کودکه؟ آره اینجا پارک کودکه. سری اینجا پارک کودکه؟ آره یه مگه نمیبینی چقدر عکس بچه به دیوار زدن؟ تقی اینجا پارک کودکه نه؟ نه قیزری میگی اینجا پارک کودکه. به اینجاست؟ اکبر پارک کودک هم اینجاست. پس پاشو بریم بازی کنیم. امون گفت یواش با هم صحبت کنیم. مگه نشنیدی؟ پس اینجا پارک کودک نیست؟ نه اینجا اتاق انتظارشه. اصغر اینجا اتاق انتظار پارک کودکه؟ نه اینجا اتاق انتظار دکتره. مگه نه عمو جون؟ چی؟ اینجا اتاق انتظار دکتره؟ آره جونم آره. دیدی گفتم؟ این انتظارش دیگه از همه چی بد. آره خیلی بده. از اون بدتر نگاه مردمه. مثل این که با نگاهشون دارن به من میگن بیچاره بنده خدا با دست خودت زنت آوردی اینجا که نشونه یه مرد غریبه بدی. مردم بده تمام تنم از دلهوره دوندون شده. شماره 5 بفرمایید. چون خلالم شما باید بمونین خانم. من باز همراهشون بیام خانم؟ نمیشه خانم جون نمیشه. دختر جون میترسم یه بلایی سرم بیارم. به نظرم تورم را ندن. نه چرا به شوهر اجازه میدن. اگه اجازه ندادن چی؟ اون وقت اصلا نمیری. وای خودم مرگم بده. یعنی چی شده؟ محمود آقا جون پاشو بریم. نه ناراحت نباش دیگه اومدیم بشین. تمام بدنم مثل بید میلرزه. فکرشو که میکنم باید خودمو به یه مرد نامحرم نشون بدم از قصه میخوام سکته کنم. سگه جای من بودی چی کار میکردی؟ خون خونمو داره میخوره. میدونم راست میگی. هرچی باشه مرد غیرتش قبول نمیکنه. پاشو بریم. بریم. بفرمایی بریم دیگه چاره نیست. معذرت میخوام. من با ایشونم. نمیشه آقا معذرت میخوام. من باید همراه زنم نمیشه باشم. نمیشه آقا تو اتاق معاینه هیچ کس رو راه نمیدن. من خودم بالای سرشون هستم. نه خیر من باید بالای سرشون باشم. نمیشه آقا. آقای دکتر. آقای دکتر. بله. این آقا میخوان بیان تو. نمیشه آقای عزیز. هر کاری یه قانونی داره. بفرمایید خانم. محمود آقا. چه بردن؟ نمیدونم امون نمیدونم. بفرمی
روشن کنم. همه تو زوار میکنم چرخ چرخ فلک دکتر گفت چند درصد خطر مرگ داره. مگه تو بچه دارت نمیخواه؟ چرا؟
اما اگه خدای نکرده طوری بشی؟ چرا طوری نشدم؟ عوضش بچه دار میشه. من رفتم زن بگیری و بچه دار بشی. اگه میخواستم زن بگیرم تا حالا گرفته بودم. سرنوشت ما این باید باهاش عادت کنی. خیال کنیم بچه های احمد همه مال ما هست. چطور میشه؟ مال مردم مال به تو میگه بابا به من و ماما صدا میکنه. تو یه بچه میخوای که به من بگه بابا به تو ماما بگه؟ آره چه غلطهای زیادی. این فضولی ها به تو نایمده. گند از سرت داره بالا میره. صابون نزن. خیلی خوب بیا ببینم فاطمه خانم این بچه ها رو بده دست ننه سکینه بگو یه لیت بزنه بیرونشون کنه. مگه خود تو نخ نمیشی؟ نه من باید به این کارا برسم. که شربتو ببر تو قربون دست. من میزه او رو بندازیم دارم میارمش. خیلی خوب. سلام خانم. الان یک خود مشتمالتون میدم خستگیتون در بره. محمد مادر جون مواظب باش لیز از ما حوله نیفته پایین. نه نه تو هم پشت برزید باش. پشت برزید الله حسد لعنام مادر این جامو بگیر. نورو جان به چی داری نگاه میکنی؟ جونم مرگ شده حالا دیگه قوره نخورده مبیز شدی؟ بلا بگیری وقتی به ننه هاتون میگی پسرهای بزرگ و نیارین همون زمینه واسه اینه دیگه ازم دور جهنم. حالا میتونی با اون چشای خیزت نگاه کن. به نگاه کن دور شده عجب دور زمونه شده دردت نمشه. بلا بگیری الهی. ننه سکینه ننه سکینه بله بله بابا یه دقیقه بایسا اومدم بفرسی همون مردونه جو هنوز هفت سالش تموم نشده چیزی سرش نمیشه به قد باباش سرش میشه پس دفعه دیگه باباشم بردار بیار چش میارم برو دمه در بشین تا من بیام بیا بچه تو بگیر مادر به ننه سکینه بگو بیاد کارش دارن آقا کوچولو آقا کوچولو منو دیگه تو همون زنونه راه نمیدن آقا بزرگ ننه سکینه بله خانم بزرگ بیا اینم خلعتی زاو مال تو دست و پنجه شما درم نکنه ایشالله واسه تو خوش قدم باشه خانم بزرگ سر نکو بیا اینم مال تو ذلیل نشی الهی ننه سکینه این دخترت خیلی بانمک ها کوچیک شماست همی فقط بانمک هم خوشگل نیست خوبه خوبه خوشگلی واسه همه شانس میاره واسه تو بدبختی آورد هیچ هم بدبختی نیورده هرکی خره من پالونشم خانم جون من از دست این دختر آخرش دقماد میشم مگه چی شده شما که غریبه نیستین دختره زیر سرش بلند شده اینقدر زیر پاش نشستن تا از را به درش تو رو خدا ننه سکینه بیا اینم بابای بی ارزش اصلا کلاش پشم نداره اومدم بابا بیا این کیسه رو بگی بذار یه گوشه شب بیارش خونه باز رفت که از این جونه برا از اون نارای گردن کلفته از سوختون نونوایی گرفتمش 100 تومن قیمتشه آه گوش کن چی میگم هنوز دندونشو نکشیدم آه دم دست نذاریش مردشو ریخت تو ببرن با اون مارات سه
ساکنه بیا یه امونکی بابا تو بگیر. بده من بهش میدم. چی ها؟ ماره. وای خدا. از هرچی بدم میاد سرم میاد. گناه داره تو را خانم، دردش میاد حیوان زبون بسته. تمام تنم مرمور شد. تو از مار نمیترسی؟ نه من از بچگی با مارای بابام بزرگ شدم. دست و پا کن شوهرش بده. با این کارا که میکنه و با یه طول سگ آخه کی میگیرتش؟ تازه ادعاشم به عرش میرسه. به قول معروف پایین پایین ها جاش نیست، اون بالا بالا هم راش نیست. خانوم تو رو خدا به کسی نگیدا، توف سر بالاست. تازگی ها حوثش گل کرده، میخواد بره تو کافه برخصه. خدا خدا مرگم بده، بزن تو سرش آب توبه به سرش بیریز، شوهرش بده. ای خانوم اگه گوش به حرف من میداد دیگه چه قصه ای داشت. بذار به اختیار من خودم درستش میکنم. وا خانوم بزرگ، میخواییم زاو رو ببری؟ شماها برین من بعد میام. بیا ببینم خانم خوشگله. ننه تو چرا شوهر نمی کنم؟ حالا کو شوهر؟ خودم واسط پیدا میکنم. زن من میشی؟ آیری خیلی خوب، مادرم میفرستم خواستگاری. باشی اون وقت چی کار میکنی؟ بعد عروسی میکنیم دیگه. یه نه خیر، این از باباشم بدتره. دختر پاشو برو خونه کن، چیه دور و زمونه شده. اکبر تو هم بلندشو برین. یالا برو ببینم. فعلا یواشکی سیغه میکنیم، وقتی شکمت اومد بالا یواش یواش زیر پای تورانو جارو میکنیم. بچه که به دنیا اومد خودش وای نمیسه، میذاره میره. اگرم خودش نرفت محمودو وادار میکنم بیرونش کنه. محمود دلش پر میزنه واسه بچه. هیچ وقت مادر بچهشو که خوشگل و بانمک ول نمیکنی، زن 10 سال پیششو بچسبه. خانوم بچهشو چی کار کنه؟ اونم بیارش خونه ما. محمود دلش قش میره واسه بچه. نه خیر، گولی رو خودت میگردار، من حوصله ندارم. وقتی ریختشون بینم یاد بابای قرمساقش میافتم. خدا مرگم بده. خانوم میبینی دختره چش نداریم بچه طفل معصوم و بده. زن وقتی از پدر بچه خیری نبینه از بچهشم خوشش نمیاد. این قاعدش. خب چی میگی، حاضری؟ خانم جون سیغه یا عقدی؟ نه خیر، همینجوری به نقدی. من سیغه نمیشم. اولش سیغه میشی، بچه که به دنیا اومد عقد دائم میکنی، بعدم اولی رو طلاق میدیم، تو میشی خانوم خونه. اگه طلاقش نداد چی؟ بچه که دنیا اومد طلاقش میده، اصلا سیغش سر میاد. یه سال دندون رو جگر میذاری، عوضش خودت و شوهرت صاحب یه بچه میشی. یعنی محمود آقا صاحب بچه میشه؟ آره، برا تو هم از بچه سرایی بهتره. اقلا خاطر جمع میشی، تخمه تره که شوهرته. دروغ میگم؟ نه، اما نمیدونم چرا دلم را نمیدونم. به دلت بد نیار، خودت امشب با محمود آقا صحبت کن تا بیشتر قدر فداکاری تو بدونه. شبی هم که عروسو میاریم اصلا به روی خودت نیار، بگو بخند مهمونداری کن. خانم بزرگ، شما بزرگترین که فرمونه دست به دست شده بیم دیگه. ایشالله مبارک. مبارک دخترم، الهی به پایم پیر شید. مبارک باشه مادر، قربونه تو برم ایشالله به پای هم پیر بشید. خانم بزرگ بیا. خانم بزرگ شما بزرگترین، دست به دستشون بدید. من بزرگتر هستم اما دلم میخواد توران خانم بزرگتری کنه. توران جون برو دست به دستشون بده، اخماتم با کن برو. مبارک Thank you.
خب دیگه خانم بزرگ، مثل اینکه ما باید دیگه زحمت رو کم کنیم. بفرماییم بفرماییم. ننه انسیه، بچه ها تو زبط و رفت کن. یا هیو یا قیو یالا بچه ها، بچه ها دود باشیم بیان بریم. پاشو 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 که هم بودو یالا یالا پاشو بینم بس دیگه بلنشیم بریم خونه. بجنبیم آه تو هم پاشو بودو جونو بودو بودو پاشو یالا تانتفتی پاشو بودو جون پاشو. اما که زنگش پس چرا بازم زنگ گرفت؟ ها چرا زنگ گرفت؟ این فضولی ها به تو نیومده. بریم بیرون بیا بیرون خجالت بکش. نه تو بزرگ میشی چند تا زن میگیری؟ من اصلا زن نمیگیرم، من سه تا شوهر میگیرم. تو غلط میکنی، زن نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه، اما مرد میتونه دو تا زن بگیره. چرا مگه شهر هرچه؟ این حرفا به شما فسقلیا نیومده. گم شین بریم خونتون ببینم. مرد گنده تو خجالت نمیکشی؟ کاش که تو هم بچه‌ت نمیشد. آه خیال نکن منم مثل توران خانم میرفتم واسه زن میگرفتم. یالا بیرون. برو بیرون. شما پس چرا نمیای؟ آقازادتون حواس تجدید فراش کرده. احمد. بله. از بچه گیشم ایز بود، تخم و تره چشم به خودش. ناراحت نباش. تو اینجا چی کار میکنی؟ وا ترسیدم ناسلامتی مادر عروسم، بلکه بچم یه چیزی لازم داشت. دختر شب عروسی تو هجله هول میکنه. دختر؟ نه بیوه زنی که یه شکمم زاییده باشه. برین کنار خانم بزرگ. چی رو بخوای تماشا کنیم؟ همونی که تو میخوای، همون چیزی که تو میخوای ببینی. من حق دارم، ناسلامتی مادر عروسم. منم مادر دو مادر. خانم بزرگ والا خجالت داره. فهم بریزی بوده بینم این رو جد تو چرا نمیخوای؟ انسیه بیا چی میگی؟ یه کاری کنیم بچه ها زودتر بخوابن، داره مرمورم میشه. بگی بکپ آنتی میک خفه شدم. بگیریم بخوابیم، اینقدر گول نزنیم. یالا دیگه این زیبه منو باز کن بینم. ای بچه ماما اینا لاف رو من میکشم. دیگه مگه لاف مال توه؟ نخه فقط مال خودته. این لحاف مال همه تونه. من لحاف ندارم. جونم مرد شده چرا همچی میکنی؟ بگه بخواب. مگه نگفتی لحاف مال همه مونه؟ من میخواد سهم خودم رو باستاده بخوابم. در نیشی الهی مرد و ماسر بخواب. احمد آقا این بچه ها رو مواظب باش، من الان برمیگردم. برو تو صندوق خونه، منم میام. خجالت بکش، طول سگ بره لگد میزنه. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگان خانش نه خانش پسر. آخه نوبتیم باشه نوبت من. خانم خدا مرگم بده نگاه میکنی چه خبری دست تو بکش. بگیم خانم بزرگ خانم بزرگ میکنی یا دست تو بکش اینم چه خبری. همینو چم داشتیم نگاش کنیم با شکم پر خجالت میکشه. والا من خیال کردم توران خانومه. تو اینجا چی میخوای؟ همون چیزی که شما میخوای. بس دیگه بیا کنار. بس بیا بس بیا وای بابا میاد. دنده هم خورد شدن. خوبه که شوهر داره. اینجا چی میخوای؟ برو به شوهرت برس. واسه تو عیب. برای من عیبه، برای شما خیره. بریم که من که ازم گذشته. خانم بزرگم شوهر ندارم. من ازم نگذشته، شوهرم دارم. اینا رو هم میخوام تماشا کنم. منم نمیخوام تو تماشا کنی. چی میخوای شما اینجا؟ این مبارکت باشه الهی. الهی که قربونت برم من که انهو خدا بیام. چه تروفی. خدا رحمت کنه پدرتو. ننه چطور شد؟ شطور رو کشتن؟ چه میدونم؟ من اصلا بدبختم. بهت دست نزد. چرا؟ اما گفت شب اول باید تو اتاق زن اولم بخوابم. دیدی که رفت.
تو میدونی که چقدر من تو رو دوست دارم. تو خودت اجازه دادی، خودت رفتی خواستگاری، خودت ما رو دست به دست دادی. من یه موی گنده رو با هزار تا مثل سکینه عوض میکنم. والا چه معنی داره؟ ما تا دیده بودیم اینجورشو نایده بودیم. دختره داره خواسته دل میکنه. میگه خانم بزرگ شما پادر میونی کنی. بچه که نیست برم گوششو بگیرم. از اولش هم به شما گفتم دخترت باید دو سه ما دندون رو جیگر بذاره. محمود زنشو دوست داره. چه حرفا؟ مگه دختر من زنش نیست؟ اینم باز دوست داشته باشه. شب اول که این بلا رو سرش میاره بعد از بابا ما میخواییم بخوابیم. تو حالا ونگنگ بچه نمیذاش، حالا هم سر صدای شماها. امشب اگه به خاطر سر جاش بخوابه کاری میکنم، کارسون خون به پا میکنه. جواد آقا بیا کمک کنی و خون به پا میشه. مگه چی شده این سی خانم؟ محمود آقا حاضر نیست بره پیش عروس بخوابه. چرا از جواد کمک میخواد؟ بیبارو تو ببینم چه خبر شده. فامیل باید به فامیل سر نداره. پاتو از در بذاری بیرون. آزد به سره برم کن بابا. هرکی دوتا زن میگیره قاعده و قانونش هم باز یاد بگیره. شماها اگه نمیگین من خودم میگم. چرا خیال کنسته میتونین دخترم مفهوم منو دقمر کنین؟ به من میگن ننه سکینه نه برگ چقاندر. حالا حالیتون میکنم. ننه سکینه پاش بیا بیرون. امشب اگه تکلیف تو روشن نکنی تا عبد کمکت لنگه. پاش بیا بیرون. انگار نوبرش آوردن. محمود آقا، محمود آقا، آی حبار چیه؟ چه خبره؟ داد و فریاد را انداختی. الان همسایه ها میریزن رو پشت بون. ما آبرو داریم زن. ما آبرو نداریم. فردا اگه به من دو ماه دختر من گشته تو حجله و رفته کی میگه؟ الان خب میگه چه بگم؟ بیا بیرون. پس بیا بیرون ببینم. مرگم بده. بیا بیرون. چه خبره بابا؟ این چه علم سنگه یه را انداختیم؟ من افتم به خونه نمیمونم ننه. این عروسی رضایت خودم کردم که لعنت خیلی خود بسته بسته دیگه. دیدی دختر نازنینم و بدبخت چی شده انسی؟ هیچی. محمود آقا از هیزه اومده بیرون. عروس قرد اول گفتم دخترم چی شده؟ به نظرم دوما چون خواهد شما تر اومده. همینه که هست. میخواییم بخواییم نمیخواییم نخواییم. اتاق خواب من اینجا. محمود آقا بیا بگی بخواب. مگه با حمومی هم میشه دهن به دهن گذاشت؟ حمومی خیلی دلتون بخواد. دختر من هزار تا خواهون و خواستگار داشت، همه رو رد کرد اومد سر آبو. مرز گل جمال خانم بزرگ بود که تم به این کار دادم. بیا بریم. شاید کمک من لازم باشه. برای که مسجد حرومه بیبریم ببینم. نه محمود خدا رو خوش نمیاد شب اول عروسیشه. بیا سکینه جون بیا دست شوهرتو بگیر و ببر تو اتاقت. صبر کنین صبر کنین صبر کنین. خانم بزرگ تو رو خود شما یه چیزی بگیم. یه دقیقه دندون جیگر بذار. چقدر من نمیخوام تو ناراحت بشی. فقط امشب رو به من اجازه بده. از فرد شب یه فکر اساسی میکنیم. اجازه میدی؟ ناراحتی؟ من که چیزی نگفتم. دلم میخواد بگی. بگو برو. ننه محمود بیا بیا برو بگیر بخواب. برو گریه نکن دختر، همه چی درست میشه. یه خوردن به فکر دختر بیچاره من باشی. این بیچاره امشب عروسیش از حق نباید گذشت. خانم بزرگ بالاخره راضی شد بره تو اتاق دختر محمود. تو شب عروسیته، حقت. نگرانم اما آخه اونم زن اولمه. دوستش دارم. نمیخوام چشماشو پر از عشق ببینم. تو رو هم نمیخوام اینجا. اتاق اون بره این گریه میکنه، تو اتاق این بره اون گریه میکنه. این ترازو، این کفه بره پایین اون کفه میاد بالا، اون بره بالا این میاد پایین. مگه خودشو عوضت شقه کنه اونم کنه میشه؟ نه اینطور نیست ننه. مرد اگه عاقل باشه میتونه هر دو رو راضی نگرد. قدیما چهار تا زن عقدی میگرفتن در بیستا سیخه همچی رفتار میکردن که صدا از هیچ کدوم در نمید. مرد باز عاقل باشه و با عدالت رفتار کنه. من عدالت رو رعایت میکنم. از فرد شب هر سه توی اتاق میخوابیم. یه تخت خواب سه نفره سفارش بده. بالا تخت خواب سه نفره؟ بله، به اندازه سه نفر جا داشته باشه. با خانم بچه هم میخواین بخوابی؟ نه، بچه که من هنوز ندارم. آه، فهمیدم.
دوست داریم قلط و قلط بزنین. شما تهرانی هم عجب اختراعاتی میکنین. فرمودید طول و عرضش چقدر باشه خانم؟ طولش به اندازه همه تختا، عرضش به اندازه 3 نفر. آها، یعنی به اندازه 2 نفر. یکی هم جای قلط و قلط باشه. بله؟ نه آقا جون، به اندازه 3 نفر کامل و بالغ. ببخشید، خوب دستگیرم نشد. فرمودید اولاد که نداری؟ نه خیلی. شما و خانم این دوتا، نفر سوم کی باشه آقا؟ چرا اصول دین میپرسی آقا جون؟ نفر اول خودم، نفر دوم و سوم هم زنای من. من دوتا زن دارم آقا. خب این تخت که حاضر میشه؟ چند در میاد واسه ما؟ بله آقا با شما هستم، چرا ماتت برده؟ بله متوجهم. بله تنالیم میشه. به چی فکر میکنیم؟ تو فکر خودم بودم. ببینم ستایی روی تخ خوابیدن؟ نه هنوز نخوابیدن. بزنم بچه نمیه بخوابی تو را خانم. دوران خانم اومدم. سکین خانم، برای شما هم جا هست. اوش مرد شور. جواب چیه؟ چطور شد؟ هنوز هیچی. پس چرا تو نمیای؟ من نمیتونم میونه 10 تا چشم پلو شوهرم بخوابم. 10 تا چشم کجا بود عزیز دلم؟ به غیر از چشم من 2 تا چشم دیگه هم اینجا هست که تو باید بهش عادت کنی. اونم باید به چشم تو عادت کنه. ظلم به سویه عدله. اونو نمیگم که اونجا الان 10 تا چشم پشت این درا دارن ما رو نگاه میکنن. یعنی چه؟ خجالت هم نمیکشن. این کارو چه معنی داره؟ هر کی پشت در وایساده ما رو نگاه میکنه بی ایمونه، مذهب نداره، خدا و پیغمبر نمیشناسه. تا 3 میشمرم، اگه صدای پاتون رو نشنفتم که داریم میریم، به ارواح خاک پدرم. هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین. 1 2 3 کلمه داری دیدین؟ جذبه رو دیدی؟ رفته تقصیر خانم بزرگ. تو برو تو اتاقت، خجالت میشنه برای اینقدر داد نزن. صدا تو میشنه افا قدسی خانم، اینقدر جیغ نکش. بیا بگی بخوا. به نظرم سکینه بود. محمود بود. ما تا شنیده بودیم عروس و اجده جیغ میزن. لابد وقتی عروس دوتا باشه دومات باید جیغ بکشه. اصلا شما دوتا چرا نمیرین به شوهراتون برسی؟ یالا بودین. حالا نمیشه منم دید بزنم. آجا جیغ برو بابا، برو به شوهره برس دید بزنم. چیه؟
خانم بزرگ، خانم بزرگ، خانم بزرگ، احمد آقا نیست. شاید قاطی بچه ها خوابیده. نه من همه جا رو دیدم، اصلا تو اتاق نیست. پس کجا رفته؟ گمونم. ایوا خدا مرگم بده. من رفته زیر تخت. از کجا میدونی؟ دیشبم رفته بود. خدا مرگم بده. بیبری ببینم. بیا که؟ منم مادر. یه دقیقه در واکن، کار واجب دارم. واکن مادر. بله. چی شده؟ بیا بیا. چی شده؟ مرد شورت رو برم. بیا برم کنم. خاطر شالت داره مرد گنده. هشت طوله پس انداخته، هنوز دست بردار نیست. حالا خوب نصفش زیر زمین شده. یلا یلا بیا. دو ساعت همه خونه رو زیر رو کردم، آقا تو هجله قایم شدم. تازه به جاهای باریکش رسیده بود، نذاشته سیاحت کنم. باید مو به مو برام تعریف کنی اونا چی کار میکردن. همه چی رو باید برام تعریف کنی. بچه ها خوابن. آره خوابیدن، بریم. آی دو ساعت دل آقای صدم کمرم خوشت خوابیدن. میگم خانم بزرگ، چرا دور زمونه اینجوری شده؟ چه میدونم والا، میگن از این روغن نباتی ها. برو بالا گلی جون، بیا بیا مامانو بوس کن. بودو بودو بوس. برو گمشو، حسنه ندارم، دارم میمیرم. سکینه خانم، خدا رو خوش نمیاد، یه هفته از شما رو ندیده. من چی کار کنم؟ بره لا دست بابای قرون فاخش. نخور برات خوب نیست ننه. برو بالا قربونت برم. مامان منی دوست نداره. عوضش من تو رو دوست دارم. تو که مامانم نیستی. دلت میخواست من مامانت باشم؟ محمود آقا، محمود آقا، همینجوری نشستی؟ چیکار کنم؟ باشم وایسم. سلام علیکم. ایوا خاک به گورم، اینقدر ذوق زده شدم خانم بزرگ که یادم رفت سلام عرض بکنم. عذر میخوام، باز ببخشید. محمود آقا مشتلق چیه مگه؟ چی شده؟ مگه ندیدی دخترم اوق میزد؟ خب خب حال
حمله شده دیگه. آره. همچینم معلوم نیست، شایدم سردیش کرده باشیم. بیا این چای رو بگیر بخور. دست شما درد نکنه. این حرفا چیه خانم بزرگ؟ مگه دفعه اولمونه که این چیزا رو میبینی؟ جواد صبونت خوردی؟ این بچه رو بگیر بسید یه لقمه سالم از گلون پایین بره. من حوصله بچه داری ندارم، ادارم گیر شده. وای پنابر خدا، خداوند عالم ببین نعمت رو به چه کسانی میده. بدش من بسه تو مادر. خب چرا خدا تا یه مهربون تر از مادر نشین؟ بچه رو بدیم به من. پاشین بریم به نعمتی که خدا به خودتون داده برسین محمود آقا. وای ننه چه بچه قشنگیه. چرا نمیره پیش مادرشم؟ دوستش نداره، خاک بر سر. گل به این قشنگی رو نمیخواد. بدش بابا، من میخوام. بیا گلی. به تو میگی ماما؟ بچه از هر کی محبت ببینه همون مامانشه. آره گلی جون، مامانو دوست داری یاری؟ محمود آقا، پشیمون شدم که اون بچه رو نیاوردیم. ای کاش می آوردیم. وقتی خودشو به من میچسبونه دلم ضعف میره، مثل اینکه گوشت تنم باهاش یکی میشه. حالا هم طوری نشده، خیال میکنیم که دوتا بچه داریم. بیا بغل بابا گلی جون. بیا قربون اون لابای خوشگلت برم مومون. خدافز. 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 خدا به همراهت. خدافز شما. خدافز. سلامت. شما به محمود آقا حالی کنین که زن آب سن دل نازک میشه، یه خورده بیشتر ملاحظه سکینه رو بکنن. دیگه میخوایی چی کار کنی؟ بچم از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برای هر دو تا زنش فراهم کرده. میگم یعنی تا وقتی سکینه آبستانی شبا تناش نذاره. به اونا که هر ستا تو یه اتاق میخوابیدن، اومدی گفتی نمیشه، باید اتاقشون جدا بشه. خودت اومدی معین کردی یه شب پیش این بخوابه یه شب پیش اون، حالا باز دفعه در آوردی. بایی که نوبرش برم. من که از این رفتی گرم. خدا حافظ. خدا حافظ. مادر من رفتم. به سلامت ما. دیرم شده. محمود آقا از امروز باز بیشتر مواظب سکینه باشین. زن آبستن دل نازوکه ها، اگه هرس و جوش بخوره با بچه خودتون کج و کله در میاد. میدونم میدونم. مادر، توران خانم، قدسی، خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چی میگن. از امروز باید مواظب سکینه خانم باشین. میخوام یه کاری بکنین که آب به دلش تکون نخوره ها، مخصوصا یادتون باشه که نباید عصبانیش بکنین. خدا برات خوش بخواد. قدسی خانم جون بچه تو بگیر. بای خدا رو شکر دخترم سفید بخت شد. ننه سکینه، سکینه جون شنیدی چی گفت؟ قرص در جاد بشین، دیگه توپ هم نمیتونه داغونت کنه. حالا پشو برو دنبالش و ازش خدافزی کن. پشو پشو تا نرفته. یادت باشه اخم و تخم نکنی یا بودو مادر. بخند و برو، اون هاشش هنو نرفته. بودو مواتو تکون بده و بخند. تو ندو یا ننه محمود نهار چی میخوری برات درست کنم؟ محمود آقا. محمود آقا. بله. خانوم میگن نهار چی میخوری؟ هر چی سکینه خانوم میلش بکشه. تو چی دوست داری؟ من قرمه سبزی. قرمه سبزی. یک کیلو گوشتی که دیشب خریدم همشو بریزین تو خورش، یاد تو نره. سکینه خانوم باید قوت بگیره. تو ران خانوم خداحافظ. حسی دیر کنه به سش میگن بر بپری، بر بپری. سکینه خانوم اینا دست شما رو میبوسه. وا بدی من بشورم، بچم با شکم پر مگه میتونه دلا راست بشه؟ مگه محمود آقا نگفت یه کاری بکنین آب تو دلش تکون نخوره؟ یه استکان شستن که اینقدر بگو مگو نداره. ما نه ماهمون بود سه من برنج آب کش میکردیم. این کارا با زن خونه. آه. مگه سکینه تنها زن این خونه؟ مقصودت به کیه؟ قدسی که زن بچه شیر دست. توران خانومم هم بزرگتره، هم داره نوت رو نیگر میداره. منم که ناسلامتی بزرگ خرم. پس میمونم کش خونه. پس بفرمون کلفت آوردیم. نه خیر، عروس آوردیم که زیر بالمونو بگیره. برو ننه اصلا نمیخواد بشوری. به تو چه مگه کلفتی؟ با یک کاره.
چه پاشن دم سابیده، ننت یه عمر تو عروسی و عزا تو خونه من کار کرده. یادت نره که ننت دلاک همومه، 20 سال سر و تن همه ما رو شسته، 20 سال دیگه هم باید بشوره. بله هرچی هست که الان مادر زن ارباب یکنم، از هیچ کدومتونم کمتر نیست. آها ننه شر به سرشون نظر بسته خانم بزرگ. خیال نکنی تخم پسرامو تو شکمت کاشتی، هر غلطی که دلت بخواد میتونی بکنی. خانم بزرگ ولش کنی، حیف شماست که دهن به دهن این همومیا میذاری. اگه صد تا شکمم بذاری پسرام یه موی جندیده این زنی نجیبشو با صد تا لگوری مثل تو عوض بمی کنه. مادر فلاتری پیر سگ، بگم پشتر این عروس نجیبه چی گفت؟ پسر خواهد به یه حالت دیگه خجالت بگم کنم واجبه بزن مادر منه، هر چی گفتن حق داشتن. حیف که پای محمود در میونه و الا لنگ تو می گرفتن مثل خدا. باشی خواهد بزرگ آدم، قلبتون خطر داره. آخه اون که آدم نیست. خوبه ننه برن کن در صد مادرشو ببند. ماشاءالله تون بشه خانم بزرگ. محمود آقا اون همه سفارش که هنون نرفته یادتون را با کنار بینم. اینا حرفای خود چونم یاد چون میده باید حرف یکی دیگه تره و بردم قاطق نونم بشه، قاتل جونم شد. چی رو یادم رفته فاطمه؟ به نظر بگم بگو دختر که بگم اون عروسیت میفهمه که تو مثل مادرش نیستی. همینی که میگی مثل مادرمه، به من گفتش بیا سیغه محمود آقا بشو، وقتی بچه دار شدی زیر پای توران خانم جارو میکنم. واه پناه بر خدا دلیلت کنه الان بی خیالش باش، همچین که طول سگ تو زمین گذاشتی لنگ تو میگیرم از این خونه میندازمت بیرون. آره سنار بده آش به همین خیال باش این دستم به بیرون. حالا چوره سگتون رو زمین نذاشته همه تون رو این خونه بیرون بکنم. بیا برو چوره کنه خفه خوبه دختر بیرون کردم منم بردی یه در زبون به دهم بگی بی حیا. نراحت نشین خانم بزرگ، شما بزرگترین، بیشتر باید تحمل داشته باشین. این دسته گلیه که خودتون به آب دادی. الهی من قربون تو فرشته نازنینم برم، همش تقصیر من بود، تقصیر من بود، همش تقصیر من بود، همش تقصیر من بود. از یه دختری که دور کوچه ها بزرگ شده چه توقعی داری؟ قدسی جون یه لیوان آب خوردن واسه خانم بزرگ بیار. تو باز یه خورده جلو دهنتو داشته باشی، خودت گفتی جات قرصه دیگه تو پم داغونت نمی کنه. خیلی خوب یواش یواش بذار اول پیازت کونه بکنه بعد فکر این چیزا رو بکن. اول باز هوو تو سیاه‌بخت کنه، وقتی زیر پاش جارو شد میری سراغ مادر شوهره. قدسیرم بذار واسه دست آخر. خانم بزرگ دارن نقشه میکشن هممونو بکشن. تو همین امروز باز بری پیش مولا باجی، اون هفتاد جور جادو جنبل داره، کار میکنه که زرف ده میزنم. برو در رو واکن همشون کنده میشه، اون وقت تو میمونی و محمود آقا. پس حالا ننه جون قربون شکلت برم تا میتونی باز کوتا بیای، نبازی همه قشقره را بندازی. فهمیدی چی گفتم؟ سلام مامانم زایی. چی زایی؟ پسر به خاک بندارم. خانم بزرگ خانم جون، انسی خانم زایی، تو توران با اصغر سلامت کن. سلام علیکه سلام. تو توران با اصغر میرین میگین خانم بزرگ کار داشت اصری میاد. بریم ببینم. بریم کارتون چیه؟ بیاین بریم دیگه. بریم بریم، تو هم نمیخواد بریم. چاره عقرب زده روغن عقرب بود. من میرم پیش ملا باجی. این نعل خرسیای بندریه. پندری؟ نه بندری. این نعل تو آتیش میکنی رو آتیش قضا میپسی. اینم انبر نسارای، یه قاشق مربا خوری میریزی تو همون قضا. اسمو کس که با سیا بخت بشه نیت میکنی و این بردم میخوانی. میکایل، جبرائیل یا عبا مره قضا را هم میزنی، اون وقت او کس که با سیا بخت بشه میشه. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنیم. قدم شما خدا خوش آمدی مشرف فرمودین. از یه طرف باید خودتو هر چی میتونی تو دل محمود آقا جا کنی، از یه طرف هم باید با جادو و جنبل اونای دیگر رو از چشش بندازی. برو تو برو.
این نعل خوشبختی مادر به چه درد میخونه؟ میذارم تو آتیش، روشم خورشت قرمه سبزی رو میذاریم، انبر نسارا هم میریزم تو خورشت قرمه سبزی، همجور که این دیگ جوش میزنه دل محمودم باز تو میجوشه. این برای مهر و محبت دختر جون. دردی که برد برم، دردی که برد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا میکاری بق پامره یا جبرایی قنز و جن لنز و جن یا بامره یا پیگه جونان خانم نهار حاضره. شوهرت اومد، پاشو برو پیشوازش، مثل پروانه دورش بگرد. برنشو بینم، برنشو، یادت باشه موهاتو تکون بدی و لبخند بزنی. تو کجا میای؟ بودو برو خودتا شیرین کن، نظر از غذای اون بخوره. خانم بزرگ، من از یه حق بازیه بلد نیست. چاره ای نیست، برو. بسم الله الرحمن، به حق بیکاری. سگه خانم نهار حاضره؟ بله محمود آقا، امروز یکم دیر کردیم ها، دیگه دست کم کم دلم شور میوفت. من همیشه همین موقع میام دیگه دیر کردم. وای چته مامان جون، لای قربونت برم، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ مثل که امروز خیلی خسته شدی محمود آقا. ببینیش بنا، ببینیش بنا. سلام خانوم خانوما. نهار امروز مادر زنتون پخته. چی پخته؟ پلو خورش قیمه. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. نهار حاضره خانم بزرگ، امروز زحمت کشتن با دست خودشون واسه تو قرمه سبزی پختن. بفرمایید. نه خیر، محمود آقا امروز میخواد تو اون اتاق غذا بخوره. سکینه خانم چرا لجبازی میکنین؟ محمود آقا 10 سال تو این اتاق نهار میخورن. بفرمایید. خب 10 سال تو اون اتاق نهار خوردن، حالا یه روزم میخوان تو این اتاق نهار بخورن. بفرمایید محمود آقا، بفرمایید. چه خبره علم شنگ را انداختی؟ هر خونه یه قاعده ای داره. سفره خونه ما اینجا، سفره خونه شما اونجاست. پس تشریف ببرید، نهارتون رو میل کنین. دختر من با شوهرش میخواد تو اتاق خودش نهار بخوره. دختر شما با مادرش میتونه تو اتاق خودش نهار بخوره، اما پسر من باید با مادر و زن اولش نهار بخوره. لب بود که دندون اومد. خانم بزرگ میگم ما اصلا بی خود هرس و جوش میخوریم. ببینیم خود محمود آقا کجا نهار میل کنن. محمود آقا این اتاق نه؟ محمود آقا نه این اتاق، نه اون اتاق، ویم نه اون الما اون. امروز تو اتاق مادر بزرگ نهار میخوری. بودو دوست داری؟ بخورین این خانم خانوما رو. خاله خوشبختی تو بغل بابا جون نشستی. گلیه گلی خانم. گلی پاش برو تو حیاط، محمود آقا رو اذیت نکن. به خانم تو چنه میچسبه. آه تو گلی نقل و نباتی، گل گلابی. بفرمایید. امروز چه خبرتون شما ها؟ مهمونی عبدالته؟ یه سفره این ور، یه سفره اون ور، این قرمه سبزی پخته، این پلو خورشت قیمه. بفرمایید. دو تا زن، دو تا هم سفره. دو جورم پلو خورش بد نمیذاره که محمود آقا. خدا بخت بده. بله خانم. بیا بیا بگیر، توران باز میشه پروانه دورش بچرخه. سکینه ننه، بیا بگیر، برو خود تو جا کن، بهش میدون ندیا. بفرمایی. خوشگله خوشگله گوشگله. آهای خاله توسکه، چرا جای مامانت نشستی؟ الهی من دورت بگم. بعده بابا جلوی نه بشه پایینه. بابا جا بیا اینجا بشه، بادو بیا اینجا بشه، بادو بیا بشین بابا. این چینی اون مامانه. نه بابا برو پایین بینه. این زانو، این زانو هر دو چای گلی خانومه. گلی خانوم خوشگله. بیا خوشگله خوشگله گلی خانومه. بفرمایی 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 سر این صفره. بابا مگه صفره با صفره فرق میکنه؟ بفرمایی سر صفره خودمون. اگه فرق نداره پس چرا اصرار میکنی؟ بفرمایی نه خیر، صفره خودمون. ایوا سب کنیم بابا. حالا دیدی محمود آقا سب کنیم. من الان درستش میکنم. الان سر هر دو سفره نشستم. این رو از دستپخت مادر زنتون میل کنیم ببینین چی کرده. دستپخت مادر خوشمزه تر از مادر زنه. پس اونای دیگه گوشن. خانم جان مادر چه نمیل؟ نه قدسی کجاست؟ با جواد آقا رفته بیرون چلو کباب بخوره. بچه قدسی خانم بیدار شده. تو را خانم بیان بهش برسیم. من میرم بهش میرسم، شما به اون چی کار داری؟ خانم بزرگا چرا تشریف نمیارن؟ ننه من یه خورده سردلم سنگینه، نمیتونم نهار بخورم، به نظرم ثقل سرد کردم. خب شما تشریف بیارین. من اصلا اشتها ندارم جون شما، وقتی آشپزی میکنم و ابوی غذا سیر میشم. شما بفرمایید نوش جون کنین. سکینه
گوشتاشو بریز واسه محمود آقا. نوران جون ده زود باش. بفرمایید. چرا شما همچی میکنی؟ یعنی چه؟ عوض این حرفا یه بشقاب واسه این بچه طفل معصوم بکشین؟ گولی با عیزم غذا خورد. ننه اینو بگیرش. یه جوری به خوردش بدی. ننه محمود یه دقیقه بیا اینجا. از اون قیمه نخوری ها واسه جادو جنبر کردن. اون افریته با مادره. دب نزنی ها. شما چرا واسه خودتون غذا نمیکشی؟ شما بفرمایید ما میکشیم. نه خیر، فقط قیمه. خودشون خورش قرمه سبزی دستور دادن. واسه خاطر شما هم گفتن همه گوشتا رو بریزین توش. قربون دستتون. من از قرمه سبزی شما میخورم، اما بذاریم محمود آقا از این قیمه میل بکنن. اگه بلرج بازیه حتما باید قرمه سبزی میل کنن. دیگه بزرگ زحمت کشیدن بهشون بی احترامی میشه. تو بچه رو واسه خودت غذا نمیکشی. من یه خود حالم خوب نیست، برنج خالی میخورم. شما بفرمایید. اگرم میخواین ای قرمه سبزی بخورین، اول باید یه قاشق از قیمه عیزم بخورین بعد. حالا اگه اول قرمه سبزی بخورم بعد از قیمه عیزت بخورم نمیشه؟ نه دیگه، حتما باطل میشه. چی باطل میشه؟ من چه میدونم، از سکین خانم بپرسین. چی باطل میشه؟ وا من کی گفتم باطل میشه؟ توران خانم گفتن. وا بفرمایی. ای من نینی کوچولو هستم که قاشق دهنم میذارید. اگه به اینه خب منم بلدم. بفرمایید. بفرمایید محمود آقا. به خدا اگه اولا قیمه من نخورین میدونم که دوستم ندارین. توران خانم اجازه میفرمین که از قیمه ایشون بخورم؟ نه خیر، اگه این کارو بکنی پشت گوشتو دیدی منو دیدی. میرم خدا و سر به نیست بکنم. اصلا قره کشی. هر کی برنده شد اونه میخورم. خودم برنده شدم. این بوی چی میده؟ وا بوی چی میخواییم بده؟ قیمست دیگه، لابد بوی ادویه‌شه. بفرمایید. تو رو خدا اینقدر ناز نکنی. نه سب کن یه ریزه اینو بو کن. بوی پهن میده. چیزه بکن؟ به به آدم حض میکنه. مال شما بوی پهن میده. بفرمایی محمود آقا. نه نمیخورم. اگه بوی پهن میده پس چرا میخواستی بخوری؟ بفرمایی. نه حالا نمیخورم بعدا. ببینم این بوی پهن نمیده؟ نه. پس بوی پهن نمیده؟ نه. بسیار خوب، پس قاشق اول خودت باید بخوری؟ این داخت توی حیات. وای ماشالله تو ماشه داشتم خفه می شدم. خاشقو می چپونیم بی خلق آدم. می دونیم که من حالت دلاشوبی دارم. بفرمایین. معذرت می خوام. ببخش. اینو خودتون میل بفرمایین. اصرارم نکنین. من لب به این غذا نمی زنم. اصلا حالا که همچی شد از اونم نباید بخوریم. وا چه حرفا. خیال میکنه بزرگتر این خونه شده. از این نخورین از اون بخورین. بفرمایی. به نظرم یه خورده دیگه جای خودشو قرص ببینه. برای نفس کشیدنم باید از خانوم اجازه بگیریم. همینه که هست. این خواهیم بخواهیم نمیخواهیم نخواهیم. این قرمه سبزیتونم واسه دم چاهک خوبه. بالا خوب شد؟ زنی که خجالت هم نمیکشه. این صدای چی بود؟ برو بابا. چی شد مادر؟ درست خواهم الان درست میشون کنم. خدا مرگم بده. برو اقل نه. خدا رو سکت قیمه اونه نخون. خوب. امروز نهار نون پنیر میخوریم. حالا تو چرا اینجا نشستی؟ باش برو تو اتاقه. میخوام سر به تن هیچ کدومش نباشه. کیه بابا؟ اومدم. انگار سر آورده. چه خبره؟ حالا
سلام عموم ها. علیک سلام. آره ها چیه چیکار داری؟ عموم کار دارم. خیلی خوب چیکار؟ مامانم گفت سر گوش عموم بگم. وا بفرمایید. اگه فردا شهریم و ندم از مدرسه بیرونم میکنن. خب به ما چه؟ برو بابا بگیر. مامانت غلط کرد. اون موقع که عمو جون جور شما رو میکشید گذشت. حالا دو تا زن داره پس فردام طول سگش به دنیا میاد. هری غلط کرده. نصف اون خونه مال منه. ارث باباست. پولی که محمود میده بابت کرایه خونه است. گریه نکن جونم. فردا میرم پدرشونو در میارم. اینجوری گریه نکن. ببین شب جمعه چطوری زندگی ما رو سر کردم. بچه ها خوابن؟ آره. یکیش بچه اینجا خوابیده. الهی من قربونه تو برم چهارتم فرشته ها فرشته توری مردشون زندگی رو ببره. تا یه ما بعد از زایمان خبری نیست. بعدم که فلفل حامله میشی تا نه ما خبری نیست. من برای صداداشم باید دارم یه زن نازا بگیم. نه جونم بهتر بری خود تخته کنی. بکر ننه اینه بذار جلوی محمود آقا. بفرمه بیا بخور اوقات چیرین بشه. بیا اینم قد دخمت رو با کن دیگه. سکینه خانم در میزنن. وا معلومی چش هست. درد بچه‌شه. دکتر به من گفت زن در موقع حاملگی زود از کوره در میره. چاره نیست. این هفتش ما رو با دیخت ملاحظه‌ش بکن. درد سر اینه که هرچی ملاحظه‌ش رو میکنیم بچه‌ر میکنه. چه میدونم والا اینم قسمت ما. الان بابام حساب همه‌شونو میده. بابا کوچیک دست درست فکر میکنه قدرش نمیدونه. چه عجب انسی خانم. چه عجب که بیرونم نکردی. سلام علیکم. بچه سلامتون گفت. بابام گفتی سلام نکن. بدینش به من. نه خیلی لازم نکرده. ایوا سلامتون. سلام. صبر کنیم ببینم چی شده. اما چته؟ چرا با جنجال رو انداخت؟ این خونه همین امروز باز فروخته بشه. باز چیه؟ به سرت زده؟ نه خیر جناب علی به سرتون زده که تجدید فراش فرمودین. فضولی موقوف. هیچ دلم نمیخواد که کوچیک‌ترا به کار بزرگ‌ترا دخالت بکنن. منم هیچ خوشم نمیاد بچه‌مو از خونه پدریم بیرون کنن. کی جرأت کرده بچه‌ی تو رو از خونه بیرون کنه؟ کی بیرونش کرده؟ زن داداشم. توران خانوم؟ سکینه خانوم؟ سلیت خانوم؟ سلیت خانوم؟ سکینه خانوم؟ بله من بیرونش کردم. خوبم کردم تا چش فضولم کور شه. حالا لنگشو جر میدم. شما غلط کردین. اصلا غلطتون کرد که بچه‌شو فرستاد در خونه مردم. گدایی. گدایی؟ بله گدایی. بازم از اگر میخوانی شو. آخه کسی که آه نداره با ناله صدا کنه. غلط میکنه این همه طول سر کف اندازه. امکه منه بلکو یا کشیده بذارم زیر گوشی این بیایا. نصف این خونه مال شوهر منه. اگه نمیدونی بدون همومیه جد آباد گدا. همه میدونن که از دعا تا بردن توی این خونه کلفتی تا اینجا تا کچر بوده. بعد به من میگی دهاتی همومی؟ به من میگی همومی جاردی ایش بیایی به دست کنید. مرده شما جای این زن سلیفتو بگی. Get out of here! 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 Get out of here!
بابا 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 بسته نمیخواد دیگه دلش شما رو ببند بدو ای خدا جنم ای خدا جنم محمود آقا محمود آقا جنم میخوان منو بکشن میخوان بچه تو بکشن همشون از این خونه بیرون میکنن میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه تو این خونه یا جای منه یا جای اینا دیگه اینجا یه دقم وای نمیزن میرم خونه بابا اگه منو میخوای باید اینا رو بیرون کنی اگه بیرون نکنی مرد نیستی معلومه منو نمیخوای بچه یه جیشتیکم همو نمیخوای به خاطر این بچم که شده ها این خونه رو با آتیش میکشم همه تون رو نابود میکنم بیچارتون میکنم نابودتون میکنم همه تون رو میکشم خدا مرگم بده نه ترس جونا قربون خدا برم که تو فرشته رو به این افریته داد رو قربونت برم نازه جونم گیری نکن ناراحت نباش بچه بابا جی سلام بابا چرا همچی میکنی؟ چرا بیرشو کردی رو زمین؟ نیست این زبون بسته هایی که به کسی کاری ندارن نیشاشو میکشیدی؟ آره بلایشو مکتو مردی راستی یادم رفته بود مواظب این کیسه باش مار آتیشی توشه لینگه اینه دندونشو نکشیدم پدرسک زهر حلاحل داره به شطور بزنه خاکستر میکنه چی شده؟ باز دعوای کردی؟ ها چرا پیرانت پاره شده؟ همه اهل خونشون ریختن سر من عیزم کجاست؟ رفت رو پشتمون رخت پر کنه مگه شوهرت نبود؟ چرا؟ اما اونا یه ایل بودن برو عیزم رو صدا کن ستایی بریم حسابشون رو برسی نه بابا جون همون تو و ننت بریم بسته من که اهل دعوا مرافع نیستم میگم بیا مارا تو بریزیم تو جونشون نه بابا جون این کار جرم داره آدم رو میندازن زندون بدبختی من اینه که بابا ننه درست حسابی ندارم بدبختی تو اینه که جنست خورده شیشه داره بچگیت هم تخس بودی قربون شما ایوونای بیازار که تا دومتون رو لغت نکنن آدم رو نیش نمیزنیم به تقصیر خودته زود شروع کردی طول سگ و زمین میذاشتی بعد میتازوندی الانم ننه جون بهتره کوتاه بیای من دیگه نمیتونم تو اون خونه برم اگه برم همشون رو جیر و باجر میدم خیلی خب بیا با هم بریم تو اصلا حرف نزن وقتی رسیدیم یه راست برو تو اتاقت باقیش با من از اولش هم باز وسط تاکسی دو سره اجاره میکردم چون میدونستم نرفته برمیگردی اون از اولی اونم از دوم همه شانس منه نیفتی مواظب باش چادرتو جمع کن بهت گفتم پا رو دومشون نذار گوش نکردی اصلا زن آبستن که از این کارا نمی کنه غلام حسین غلام حسین بله بیا برو بالا پشت بوم همونجا بشین رختا که خوش شد جمع کن باد نبره ها ننه جون وایسا چادرام سرم کنم بری یادت باشه چی گفتم ها حرف نزنی بی خودم کلنجار نریا بریم خدایا چه بدبختیه اخماتو واکن ننه با دامن اصلا نمیشه خورده اصلا
سر شب تا حالا ستایی رفتن تو اتاق و معلوم نیست چی میگن. دارن محمودو پرش میکنن. من پسرمو خوب میشناسم، دهم بی نیست. اگه لیلی به لالاش میذاره به خاطر بچهشه. میبینی چه خانم خوشگلیه؟ قشنگه نه؟ اگه به خاطر بچه نبود دختر شما رو دیگه تو این خونه راه نمیدادم. ما 30 ساله تو این محله داریم زندگی میکنیم، هنوز صدای ما رو در همسایه نشنیدن. شما که میدونین زن حامله اختیارش دست خودش نیست، این بچه شماست که به دختر من فرمون میده. پاشو صورت شوهرتو ماچ کن، ازش معذرت بخوا. ده پاشو، برو جلو، برو ماچش کن. ده ماچش کن ده. وای خب دیر وقته، حالا پاشین بگیرین بخوابین. محمود آقا بچه رو بدیم من میبرمش. بیا خوشگلم. عیزم کجا بخوابه؟ این همه اتاق تو این خونه هست، اینم قصه داره؟ آخه تو هر اتاق یکی کپیده. هیچ خوشم نمیاد اینجوری حرف بزنی. چرا همش به من میپری؟ یه خوردم به اونا بگین که به ما محل نمیذارن. حالا خانم جان، جای مادر سکینه خانومو تو اتاق مهمون خونه بندازینش. یا علی، ننه قدسی، بودو برو جاشو بنداز. همین یه کارم باقی بود که برم برای دلاک هموم جا بندازم. هر کی هست مهمونه، مهمونم حبیب خدا. بابا چرا نمیای؟ این بچه زبون به در نمیگیره. برو بابا. خیلی خوب، چرا انقدر داد میزنی؟ خودش از بچه بیشتر عرق میکنه. قدسی، جلوی اون زبون تو بگیر، برو رخت خوابو پر. به من چه، دخترش بره پنگ کنه. با برو دیگه. توران. بله خانم بزرگ. توران جون بیا. بیا ننه بیا. باز تو از همه گلتری. خوب نیست روی محمود و زمین بندازی. اونم هرچی باشه ننم مهمونه. شما اگه بگی این چشم، اما را دستم نیست. پیرشی ایشالله، برای خاطر من بود. چرا خدا نگاه کن چه دور زمونه شده. زنی که سنیت جد آباده برای یکی کرده، حالا توقع داره از ننشم پذیرایی کنی. حالا اینقدر جوش نزن، شیرت خشک میشه. دست تو بکش، امشب هیچ حوصله ندارم. من برعکس اینقدر حوصله دارم که داره حوصله دونم لبریز میشه. بیا دور کن دیگه. قربونت برم، دعوا و اوقات تلخی بد چیزیه، اما به آشتی بعدش میارزه. نمیخوام؟ نه. کجا میری؟ میام الان. چرا نمیری بخوابی؟ اینقدر اعصابم ناراحته خوابم نمیبره. تقصیر خودت. الان 15 روز محمود آقا رو تو اتاقت را نمیدی. مگه یادتون رفته؟ آخرین شبی که اومد توی اتاق من، سکین اومد به زور بردش. منم حرصم گرفت، گفتم این شوهر مال تو، ما نخواستیم. اونم از خدا خواست. محمود آقا مثل این که بعدش نیومد، همین حرفو بهانه کرده. دیگه به من محل نمیذاره. یه دختر همو میره آوردم اینجا، حالا واسه ای من خانم خونه شده. همش تقصیر خودمه. با دست خودم خودم رو سیاه بخشم. نه نه، تقصیر من. یعنی منم نمیدونستم این دختر این طوری از آب در میاد. یه وقت ها اینقدر حرصم میگیری ازش، اینقدر منو با کاراش میچزونه، اینقدر منو میسوزونه که دلم میخواد یه گل و آتیش بذارم رو سرش. دلم میخواد خفاش کنم. حس که از دستم بر نمید. لا ایلا خیلی خدا رو خودت بردستی همم بود. چی کار میکنی نصف شب اینجا نمی بخوابی؟ شما بگیریم بخوابین، چی کار به کار من داری؟ بیا اینجا بینم کجا میری؟ جهنم دره. به خدا دیگه خسته شدم خانم بزرگ. خسته نفرم، خسته هم میخواد خودم رو بروشم. دنیا رو میخواید از این زندگی را خسته شدم.
هیچی چیه؟ هیچی دیگه پانچه بود. لا اله الا الله. شما بگیریم بخوابیم. اگه تو میذاری تا میاد چرتم ببره یه سرصدایی را میندازی. معلومه سه شب چته؟ محمود آقا سر به سرم نذارا. اگه اینجا ناراحتی برم تو اتاق توران بخوابم؟ نه نه همینجا بخواب. اذیتم کردی؟ مخصوصا برای اینکه جریمت بکنم میرم تو اتاق توران خانم بخوابم. نه تو غلط میکنی؟ هرچی ملاحظهش میکنم روش بالا میره. حالا کارت به جایی رسیده که واسه من تکلیف معلوم میکنی؟ الهی من قربونتون برم، الهی من تصدقتون برم. امشب اونجا نریم، اگه میخواییم بریم فردا شب. امشب یا فردا شب چه فرقی داره؟ یه چی آخه امرو دعوامون شده، نمیخوام پیش اهل خونه من کنف بشم. از خاطر من محمود آقا، تو رو خدا محمود آقا امشب نه باشه. تو خدا دیگه گریه نکن، برو ننه دیگه بگی بخواب. هیچ فکر و خیالم نکن، خداوند ارحم الراحمی. ننه توران خانم یه نگاهیم به در کوچه بکن که واز نباشه. چشم. نمیذاره ما بخوابیم. خب ننه برو تو اتاق توران بخواب. نخیر اگه شارکمو بزنی نمیذارم محمود آقا تو اتاق توران خانم بخوابه. سکینه خانم بی خود ترس نخوری. محمود آقا اگه سر تو پاشو طلا بگیره ممکن نیست بذارم بیاد پیشم، اینو مطمئن باشی. تا شما تو این خونه هستین تو اتاقم راش نمیدم. استغفر الله ربی و توبه. خانم من امشب تو اتاق شما میخوابم. وقتی آدم دو تا زن داره جا واسه خوابیدن نداره. خب بیا بریم مادر. مثل اینکه به نلبندش نگاه میکنه. Thank you.
صبح بخیر. سلام. بفرم. ننه محمود جون، صابون توز نزن یا تازه آب شکش کن. سلام مادر. سلام. سلام سلام. سلام محمود آقا، صبح شما بخیر. سکینه هنوز بیدار نشده؟ وا، امروز چرا اینقدر میخوابه؟ دیشب یه وقت دیر خوابیده، خسته. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عاقبت شما بخیر. سکینه ننه، چرا امروز اینقدر میخوابی؟ لنگ زور بلند شو. سکینه. وا، سکینه جان. سکینه. سکینه. سکینه جو. دوباره بهش باره دیگرم. آی خدا، چه چیکار کنم؟ محمود آقا جونش نجات دادی.